بچه که بودم مادرم یه قصه ای تعریف کرد درباره حیوانای جنگل. کسی که همشونو به جون هم انداخت و باعث شد که بمیرن کلاغ بود. 2 سال پیش یه روز مادرم میره پشته بون. پاش لیز میخوره میفته پایین و میمیره. من چند ساعت بعد پیداش کردم. کلاغا داشتن تیکه تیکه های مغزشو میخوردن. کلاغا. ازشون بدم میاد. هر وقت میبینمشون یه اتفاق بدی میفته. خدا از پدیده جان. سلام خوبی؟ سلام، مرسی، شما خوب هستین. به سلامتون مهمونم دارین. بله، یکی از دوستامه، نگار. خوشبخت. بابا گفتن حتما بهش رو سر بزنین، کار واجب داشتم باز. باش، چشم، بگیم من خدمتشون بود. مرسی. اینم هر وقت ما رو ببینه یه ریز زر میزنه. ببخشی اینجا یه زر به هم ریخته. نه اوکیه. دستشویی کجاست؟ اونجا. فقط تو هم برم دستشویی، تو هم زود وسایل رو جمع کن بریم بیرون. الان ساعت 10:15 بالا تا 12 وقت داریم، دیر نمیشه. همه اینا انگار قبلا اتفاق افتادن. همه چیز داره تکرار میشه. آدما، محیط. از بیمارستان میترسم. همیشه اینجا حالمو بد میکرده. اینجا جهنمه. یادم نمیاد چرا اینجا. بیدار شدی؟ درد که نداری؟ درد داشتی خبرم. جراحیش خیلی خوب بود. دکترش هم راضی بود. خدا رو شکر وضعیتت هم خوبه. اعصابم یعنی یکم ترمیمش سخته. به زمان احتیاج داره. فقط ممکنه یکم گلو دهنت خوش بشه که اونم جای نگرانی نیست. فقط باید آب زیاد بخوری. چشم، حواسم هست. با من کاری نداری؟ خسته نباشی. ممنون. کی مرخص میشم؟ دکتر بیاد یه چک کنه میتونی بری. فقط یادت نره آب زیاد بخوری. این پرستارا رو قبلا جایی ندیده بودی؟ نمیدونم. چیه؟ تو که موهاتو کوتاه کردی؟ دیوونه شدی؟ من که همیشه موهام کوتاه بود. من دستم پاره شده. دیگه ویلچر برای چی من؟ خبر نزن انقدر. دکتر گفته واسه اینکه بهش فشار نیاد نباید زیاد دعا بده. الان هم بریم تا توی هوایی بخوری، من کار ترخیص تو انجام بدم. بیا خسته نباشی. من نگاه هیچ خسته نباشی. من نگاه این همون پرستاره نبود؟ نه چطه، همه شبیه هم میبینی. نمیدونم، فکر کنم به خاطر دارو هست. ببخشید. واسه چی؟ نمیخواستم من توی وضعیت ببینم. نه بابا، دیوونه شدی؟ من دستم پاره شده. دیگه ویلچر برای چی من؟ خبر نزن انقدر. دکتر گفته واسه اینکه بهش فشار نیاد نباید یاد بگیری. خسته نباشی. ممنون. الو مامان جان، من با شما تماس میگیرم. مامان یه لحظه بایست منو برم. خب از صبح 200 بار زنگ زدی به من. الان بچه هم فکر میکنه چی شد. مامان جان، پس من نتونستم که زنگ نزدم بگی. نه چیزی نشد، یه ذره دستشو برید. از با هم برمیگردیم خونه. وای مامان. نگاه. 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 Thank you.
پدیده رنگ و رنگ ساق طلایی اینو بخوری خوش میشی نخوری بهتر چیکار داری میکنی؟ دارم کفشتو پاک میکنم نمیخواد ولش کن اصلا حالا خوب نیست ها. حقته چی؟ تو باید تقاص پس بدی چی میگی؟ دو سال پیش مامان بدبخت تو اون وضعیت ول کردی رفتی الان وایساده جلو من داری میگی چی میگی؟ چی میگی تو؟ یه بارم که شده پای کاری که کردی وایسا پدیده رنگ و رنگ ساق طلایی اینو بخوری خوش میشی نخوری بهتر چیکار داری میکنی؟ دارم کفشتو پاک میکنم نمیخواد ولش کن اصلا حالم خوب نیست ای بابا یه چیزی بگم مرسی بابت امروز از ته دل میگم نگار میگن وقتی میمیری قبلش یه اتفاقایی میفته که میفهمی یادم میاد همیشه چیزایی که مردم گفتن و فقط شنیدم ندیدم یادم نیست قبل مردن چیزی بهم یادآوری کرده باشه که بفهمم دارم بهش نزدیک میشم برای همین مطمئن نیستم مردم درست میگن شاید بیشتر ذهنشونه که اینا رو میسازه چون قطعا خودشون این حس رو تجربه نکردن اونایی هم که تجربه کردن بعدش نبودن که این احساس رو تایید کنن پس از کجا میدونم؟ اسم من پدید است من مردم نمیدونم کی ولی میدونم همینجا درست وقتی که به هیچی فکر نمیکردم دقیقا هیچی